به شمش نصر نسل و نصری با عرض شب با و خط حضور کلیه بینندگان و شنوندگانمون در کلیه گروه ها و تلویزیون های پخش تو را پارشای این هفته و زو تبرخا برای سلامتی و تندرستی کلیه سربازانمون که اشم نگهدار اونها باشه آمن شفای خیر راجل همه بیماران و شانون باید برای کلیه خانواده ها و همچنین برای ایلو نشمت کل حنیفتاریم به ام اسرائیل شروع میکنم تو ولانو والان و موش مراشا کیلاد یاکو و زود حبرا حب خان اشر برخ موشه ای شاه ات بنی اسرائیل فنه موتو این است اون برکتی که موشه ناوی خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل داد و گفت خدا از سینا آمد و از سیر درخشید و در بیابان پاران نمودار شد و حال او را در قادش می او خدای نورانی و فروزان است و موشه تمام شیفتاهای اسرائیل را طبق لیاقت و عاقبت آنها آنها را برکت داد و موشه به فرمان خدا بالای کوه نبو در سرزمین موآب رفت و تمام اون عرض موعود را که خدا به ابراهام یسحاق و یعقوب قسم خورده بود نظار کرد و گفت این از اون سرزمینی که قوم اسرائیل در اون قدم خواهند گذاشت و اون را به ارث خواهند برد و تو به چشم خود این سرزمین را ببین ولی در اون عبور نمی کنی چون قسم خورده هم که تو هم به این سرزمین نیایی و موشه به امر خدا در همونجا در سرزمین معافوت کرد و درگاه مقابل بیت پئور قبر شد و کسی تا به امروز قبر او را ندیده است و موشه و موشه بن میاو و اسیم شانا موشه در سن 120 سالگی فوت کرد که چشمه های او کم نور نشدن و چانه اول نرزید و کاملا سالم بود و یکو بنی اسرائیل موشه تمام بنی اسرائیل برای موشه گریه کردند و سی روز ازادداری نموندند و یهوشوه جای موشه را گرفت و عقل الهی در او بود چون موشه دستش را بر سر او گذاشته بود و تمام اسرائیل از او شنیدند و پیروی کردند همانطور که خدا به موشه فرموده بود ولوکام ناوی اد به اسرائیل چون موشه دیگر ناوی در میان بنی اسرائیل بلند نشد که خداوند با او کلام به کلام صحبت کند تا اینجا ترجمه قسمتی از پارشای فردا و زتوت براخا که در باطی کنست خونده میشه که دیدیم که البته میدونیم فردا هم شمینی است و هم سیمخاک و تورا است و اینکه که مشوره بنو در این پارشا آخرین صحبت های خودش را با قوم اسرائیل بیان میکنه و اینکه که توراتنو ها تأکید میکنه که موشه ناوی خدا بود و در تورا در مورد هیچ کسی کلمه ایش به کار برده نشده به جز جلو اسم موشه را و هاییش موشه آنا میکل ها آدم اشر ها آدم ها چون موشه رف افتاده ترین و آناو ترین و سلیم ترین انسان روی کره خاکی بود و موشه را قبل از فوت به یاد اینکه اولین بار حشم در سنه با او هم کلام شد و در سینای تورا را به ما داده شد که ابتدا تورا را نزد سیر فرزندان ایسا برد ولی آنها قبول نکردند و همچنین فرامین تورا را نزد فرزندان یشمائل برد آنها هم قبول نکردند ولی تو قوم اسرائیل قوم برگزیده فرزندان یعقوب چون دامادی که به استقبال عروس نازنین خود می رود به استقبال شنیلو خود حبری ده فرمان آمدید در حالی که تمام ملائک مقدس و حتی نشامه های تمام اسرائیل در آنجا حضور داشتند و تو تورا را در میان آتش و صدای رعد و برق در آغوش گرفتی و در پاسوک تورا سیوالانو موشه مراشا که ایلت یعقوب که در ادامه همین پارشا هست که هرگاه تورا خوندن را شروع می کنیم اول باید این پاسوک را شروع کنیم و شهادت می دهیم که این تورا و موروسی ما از طرف مشربینو و چون روحی در بدن فرزندان یعقوب بنی اسرائیل است و در کلمه بیت اصف جمع شوید تقاضا می کند با هم اتحاد و یکانگی در پیش گیرید و صلح و صفا در بین شماها باشد و موشه ربنو هر یک از فرزندان یعقوب را برخوا میکنه از رعوب نخص و زاد یعقوب که برای او طلب زندگی هم در این عالم و هم در عالم آتی میکنه و از یهودا که در آینده فرزندان او چون داوید ملخ و شلو و چه تفیلاهایی خواهند گفت و از لوی که همواره به کارهای روحانیت و اورین و تومیم خواهند پرداخت و اینکه فامیل لوی از فرزندان آنها هیچگاه خطا نکردند و در جریان ساختن گوساله طلایی چه فداکاری از خود نشان دادند و در باره بنیامین که بت میگداش در سرزمین او بنا خواهد شد نوید میدهد و در باره یوسف که میشکان شیلو در سرزمین او قرار خواهد گرفت یادآوری میکند و از زمانی که یروشالیم به نام شهر سیون و شهر خدا نام خواهد گرفت و اینکه نور شخینا در هیچ جای دیگر قرار نگرفت بجز در یروشالایم در مکان بیت داشت و یادآوری میکنه که سرزمین یوسف از دیگران پر از میوه و تربار و محصولات زمینی است و یادآوری جدا شدن یوسف از برادران و شهامت های یوسف در مصر و اینکه بزرگانی چون یهوشو از نسل او است و می نویستد سمخ زبولون به سته خوا به اوهاره شاد شادمان باش زولون که ای در شادرهای تو است و این چه معنی دارد که زولون خوشحال است که ایساخار در خانه او هست بلکه چون تایفه ایساخار مشغول تو را خواندن می شدن و تایفه زبولون خرج میشت آنها را میدادند که می گوید اگر تو به دنبال کار و کسب هستی و وقت تو را خواندن و بدکنست رفتن و سی سی تفیلین کردن نداری ولی چون به معیشت فامیل ایساقار میرسی و آنها تو را میخوانند تو هم در این را شریک هستی و خوشحال باش و اینکه اونها یعنی فامیل زبولون از دریا دار صاحب مال و دارایی و ثروت فراوان خواهند شد و در مورد آشر که مشربن و همانند هم یعقوب و وینو همان براخا به او میدهد که همیشه دست و نانش توی روغن باشد و اینکه در شیفتای آشر دختران بسیار زیبا روی بودند که اکثر کوهنیم و فرزندان پادشاهان با دختران شیفتای آشر ازدواج می کردن که حتی مشربنو در براخا کردن آنها می گوید دیگر چه براخایی برای شما به زبان میآورم که شما دارای همه چیز هستید و به هیچ براخای دیگری احتیاج ندارید اشره خای اسرائیل می کام و خواه ام بدونای ماگن به امر حشم موشه بنو پس از برخا کردن اسرائیل بالای کوی نوو رفت و حشم تمام سرزمین موعود را به او نشان داد و به او گفت این همان سرزمینی است که به ابراهام یسحاق و یعقوب قول دادم که به فرزندان آنها خواهم داد و تو اونجا را ببین ولی به اونجا نخواهی آمد و مشربن او در همانجا فوت کرد و او در همانجا قبری که قبلا برای او مهیا شده بود قبر شد و موشه صد و بیس ساله بود که فوت کرد که دید چشمانش کم نشد و چانه هایش نلرزید و قوم اسرائیل مدت سی روز برای مشربنو گریستن و ماتم گرفتن یهوشو و بینون که خداوند عقل الهی به او داده بود و موشه دست خود را بر سر او گذاشته بود و طبق کلام خدا قوم اسرائیل از او شنوایی داشتند و دیگر چون مشربن و ناویی بر است که کلام با کلام رو در روی خدا صحبت کند ناگفته نماند که هفت پاسوک آخر پارشای زتبراخا یهوشو و با اجازه مشربن نو نوشت و خواندیم در تورا که کسی که به یک تورا خان کمک می کند و در خرج خانواده او می رسد اون شخص در یشیوا مشغول تو را خواندن است اون مزد او نصف می شود و نصف مال اون شخص خیر است و اگر کسی می خواهد کمکی به کسی بکند بهتر است به کسی کمک کند که در یشیوا می خوند. که متاسفانه امروز خیلی ها می گویند اینها که در یشیوا می نشینند آدم های باطل هستند و تنبل و نمی خواهند دنبال کار بروند چه خوب است هم که در یه شیوا میخوانند چند ساعت در روز کار کنند تا بتوانند با دست رنج خود مخارج خانواده خود را تأمین کنند و بسیاری از بزرگان تورا هم همین رویه داشتند که هم تورا را میخواندند و هم شغلی داشتند به هر صورت اگر کسی نمیخواهد به آنها کمک بکند اقلا آنها را دشنام هم ندهد و آنها را خجالت ندهد و در هر موقعیت و در هر زمان که انسان صداکا میدهد بسیار خوب است چنان که میگوید صدقه رفع بلا است او ساکا تاثیر می حکایتی میآورد که یکی از بزرگان تورا به نام هگاون خیم سلووسکی زخير صدیک لیبراخا یک مرتبه برای جمع کردن پول برای مخارج یشیوا در مینس آزم ورژی شد و شنیده بود که دو ثروتمند بسیار بزرگ و خدا ترس و بخشنده در این شهر است ابتدا نزد یکی از آنها رفت و خواسته خود را به او گفت و او را ستود که شنیده است در شومر میسود برای و همیشه برای صدقا دادن دست و دلباز است ثروتمند پس از شنیدن سخنان گائون خیم گفت من سعی می کنم اون مبلغی که تو برای یشیوا می خواهی جور کنم و به تو کمک کنم و دیگر لازم نیست به دیگری مراجعه بکنی جناب را بسیار خوشحال شد و ثروتمند گفت یک ماه به من فرصت بده و در خانه من بمان جناب را در خانه ثروتمند نشست و هر روز مشغول تورا شد دو هفته که گذشت جناب را به ثروتمند گفت آیا مرا مرخص می فرمایید که ثروتمند تقریبا نصف پور گفت آماده کردم و تا آخر ما جور خواهد شد جناب راو خیم دو هفته دیگر هم صبر کرد و آخر برش شخص ثروتمند تمام مبلغی که راو میخواست برایش آورد راو بسیار خوشحال شد و گفت یک سوال دارم چرا یک ما مرا اینجا گذاشتی که ثروت من گفت یک سرها را مرا فری میداد که نصف پور را من بدهم و نصف پول را اون ثروتمند دیگر ولی من بر او بر اون یه سرها را قلبه شدم قالب شدم قلبه کردم و نصف پول را همه را از خودم دادم با رو خشم جور شد را بسیار او را برخا داد و, بخ... و ب... هم به خودش و هم به خانوادهش و هم به کار و کسبش و به شهر خود برگشت ایشان که البته هاراوخیم دادگاه دین تورا داشتند و مردم برای حل مرافع خود برای دین تورا نزد او می آمدن. یک روز متوجه شد که فردا دو شاکی از مینس میآید که یکی از اونا همون شخصی است که یک هفته در خانه اش بود البته قبلا اسم و ساعت دادگاه را اعلام می کردن. فردا دید که اون ثروتمند و ثروتمند دوم که بعدا او را شناخت برای دین تورا را آمدن. که دید ثروتمند دوم از ثروتمند اول شکایت داره که چرا تمام پول را خودش داده و او را شریک نکرده در این میسوا اون وقت بود که جناب را متوجه شد چرا یک ما او را در خانه نگه داشته برای اینکه یه سرها او را فری میداده که نصفش را اون شریک بده ولی میخواست همهش را خودش بده ببینیم تا چه اندازه اشخاص خیر برای یشیوا چه مخارجی میپردازند و آنها را برخا کرد و ثروتمند دوم هم به یشیوا کمک کرد و, خود و اون بچه نداشت و خداوند دو سال دیگه فرزندی به او داد که عاقبت اون فرزند او هم در دین تورا دین تورا یعنی دادگاه دین تورا برپا کرد و مردم نزد او می آمدن. تا اینجا برنامه امروز آدینه بیست و یکم تیشری پنج هزار و و هشتاد و چهار و روز روش هشه انا با شبات کودش و ایرو شمینی اثرت و ایرو سیمخطورا فردا البته امرو کنی ست شبا ساعت پنج و پنجا و هفت دقیقه و سه شبات شش و پنجا و شش دقیقه در یرشالم کنی ست شبا پنج و چل و دو دقیقه و سه شبات, شبات, شبات شش و پنجا و چهار دقیقه فردا هم سه سفر تو را بیرون می و پارشای وزوت هبرخا و, و قسمت های دیگه یک شبات هم ای سور خگ هست و در خارج روز سیم خاطورا هست سه چیزم فراموش نمی کنیم ایشا نا کلیم ناییم و بعید نای. زن در دو مورد شخینا را با خدار زمانی که از میکوه برمیگرده و موقعی که برای شمهای شبات را میگه ایش و ایشا زا شخینا بینه هم خخمود ایشا بانه تا بیتا با عرض تشکر از کلیه بینندگان و شنوندگانمون در کلیه تلویزیون ها و گروه های پخش تو را برای شما و, و اولیای محترم برای شما شبات آرام با نهایت سلامتی از خداوند متعال خواست دارم شبات شالوم خد سامیخ صدای تو را صدای جاویدان امیر یشعیا